درود به همگی، من مریم پور اسکنری هستم و امروز می‌خوام با هم این موتیف رو ببافیم. از این دوران کلاغ استفاده می‌کنم، سوزن، قیچی و قلاب شماره 1. بریم که شروع کنیم. برای شروع با رنگ اولم 16 تا زنجیره میزنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 و بعد به اولین زنجیره بست میزنم. حالا داخل همین حلقه، این نخواه هم داخلش میتونیم پنهان کنیم همراه خودتون، 4 تا پای بلند میبافم. پای بلند اول من یک پای کوتاه هستش توی هر رج، به علاوه 2 تا زنجیره. وقتی میگم پای اول یعنی یک پای کوتاه 2 تا زنجیره، پس من اینطوری میبافم پای بلند اولم رو. اگر ارتفاعش زیاد بود 1 زنجیره بزنیم به جای 2 تا. این 2, 3 و 4. 7 تا زنجیره میزنیم. 2, 3, 4, 5, 6 و 7. دوباره 4 تا پای بلند، 7 تا زنجیره، 4 تا پای بلند. باید 4 دسته 4 تایی ما پای بلند داشته باشیم با فاصله های 7 زنجیره ای. انتهای رج به اولین پای بست میزنم. اولین پای من یک پای کوتاه 2 تا زنجیره توی زنجیره دومش بست میزنم. اگر میخواین با همین رنگ بافتتون رو ادامه بدین، توی همین پای اول یه دونه پای بلند بافید. اگر نمیخواین ادامه بدین، نخوا اینجوری بکشید، کارو به پشت برگردین، توی همین پایی که بست زدین قلاب رو وارد میکنید. برای این هستش که بستمون تمیز در بیاد و جاش دیده نشه. از پشت نخوا میکشیم به این شکل و یک زنجیره میزنیم و نخو قطع میکنیم. این کار ما انتهای رج اول هستش. رج بعد اگر که نمیخوای نختون رو رنگش رو عوض کنید، یک پای بلند داخل همین پای اولتون میبافید، بعد 2 تا زنجیره میزنید و بقیه بافتتون رو داخل این فاصله ها میبافید و انتهای رج ادامه بافتتون داخل این فاصله میبافید و به اولین پای بس میزنیم. ولی اگر که نختون رو قطع کردیم و با رنگ دیگه میخواییم ببافیم، نختون رو میاریم و داخل این فاصله 7 زنجیره ای وصلش میکنیم. یه زنجیره میزنیم که محکم بشه و میکشیم تا سفت بشه. خب توی همین قسمت یک پای بلند که گفتم پای بلند اول من یک پای کوتاه و 2 تا زنجیره هستش. یک زنجیره، یک پای بلند دیگه. دوباره یک زنجیره، یک پای بلند. ما باید 7 تا پای بلند داشته باشیم با فاصله های یک زنجیره توی هر قسمت. 4 یک زنجیره، 5 یک زنجیره، 6 یک زنجیره و 7. 2 تا زنجیره میزنیم. به فاصله بعد که رسیدیم دوباره 7 تا پای بلند با فاصله های یک زنجیره، بعد 2 تا زنجیره میزنیم توی فاصله بعد میبافیم تا انتهای رج و انتهای رج و اولین پایمون بس میزنیم. من دوباره نخم رو قصد میکنم، میخوام با رنگ اولم ببافم. انتهای رج دوم کار ما به این شکل در میاد. این نخهای اضافی رو وارد سوزن کنید و از پشت به صورت رفت و برگشتی داخل کار پنهانشون کنید. رج سوم قلاب رو وارد همین اولیش، من همینجا که بست زدم قلاب رو وارد رنگ جدیدم رو میارم، وارد بافت میکنم و یک زنجیره میزنم که محکم بشه. و یک پای کوتاه داخل همین قسمت
یک، دو و سه تا زنجیره میزنم و توی زنجیره اولی یه دونه پای کوتاه میبافم. زنجیره اولی رو فاصله یک زنجیره رو رد میکنم، توی پای بلند بعدی یک پای کوتاه. دوباره یک، دو، سه تا زنجیره، توی اولیش یک پای کوتاه، یک پیکوتو شکل میده. فاصله یک زنجیره رو رد میکنیم، توی پای بلند سوممون یک پای کوتاه. و این کار رو ادامه میدیم تا هفت تا پایمون تموم بشه. به فاصله دو زنجیره ای که رسیدیم داخلش دو تا پای کوتاه میزنیم. دوباره توی پای بلند اولمون یک پای کوتاه، سه تا زنجیره، توی زنجیره اولش یک پای کوتاه می‌بافیم به این شکل تا انتهای کار به همین صورت بافت رو ادامه میدیم. پس چی شد؟ به این شکل توی هر پای بلند دسته هفتاییمون یک پای کوتاه می‌زنیم، سه تا زنجیره، به زنجیره اولش یک پای کوتاه می‌زنیم. دوباره به این ترتیب رسیدیم به این فاصله دو زنجیره‌مون. داخل فاصله دو زنجیره‌مون دو تا پای کوتاه می‌بافیم، یک و دو. دوباره رسیدیم به این دسته هفتایی بعدی، داخل همین پای اول یک پای کوتاه، یک، دو، سه تا زنجیره، توی اولیش یک پای کوتاه و پیکوت رو شکل میدیم. و دوباره توی پای بلنده بعدیمون یک پای کوتاه و سه تا زنجیره، به همین ترتیب تا انتهای رج بافت رو ادامه میدیم. انتهای کار توی اولین پای کوتاه بست میزنیم. خب برای اینکه کارمون تمیزتر در بیاد بستمون، قبل از اینکه بست بزنیم نخ رو قیچی میکنم و از بافت خارجش میکنم. حالا از پشت قلاب رو وارد میکنم توی این پای کوتاه اولمون، از پشت وارد میکنم. نخو میگیرم، میارم بیرون، توی همین پای کوتاه آخر از توی حلقه پشتیش قلاب رو وارد میکنم، این نخو میگیرم و میکشم بیرون به این شکل. و بعد نخ رو وارد سوزن میکنیم. اینجا یک گرهش میدیم، این شکل. و بعد نخهای اضافی رو از پشت کار به صورت رفت و برگشت پنهان میکنیم و تمام. تمیزکاری های انتهای کار انجام دادم و این هم نتیجه نهایی. امیدوارم ببافین و از بافتش لذت ببرین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا من حمایت کنین و ویدیوهای بعدی رو با هم همراه باشین.